سرخط خبرها. احتمال گسترش درگیری سوریه و ترکیه به بیرون از ادلب. اردوغان میگوید هر حمله نیروهای اسد همه جا تلافی خواهد شد. پاسخ ایران به انتقاد آمریکا و فرانسه از شلیک موشک هوا ماهواره بر، برنامه فضایی یک حق ذاتی است و ادامه خواهد داشت. تازه ترین رقابت داخلی دموکرات‌ها برای انتخاب رقیب ترامپ در انتخابات آمریکا، برنی ساندرز پیشتاز است. و نگرانی از وضعیت کمک رسانی به جنگ زدگان یمن، سازمان ملل و حوثی‌ها یکدیگر را مؤثر می‌دانند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. روسیه ترکیه را متهم کرده به قرار خود در مورد سوریه وفادار نمانده. این اتهام پس از آن مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد اگر نیروهای سوریه به نظامیان ترکیه حمله کنند، او هم حمله‌ای همه جانبه به آنان ترتیب خواهد داد. دست کم 13 نیروی ارتش ترکیه در گلوله باران 10 روز گذشته در استان ادلب سوریه کشته شدند. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر گفته که نیروهای سوری باید تا 2 هفته دیگر تا پشت پست‌های دیدبانی ترکیه در شمال غرب سوریه عقب نشینی کنند. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. ترکیه همچنان نیروهای بیشتری به سوریه می‌فرستد. قرار روسیه با ترکیه این بود که از نیروهای جهادی در ادلب پشتیبانی نکند و فعلا به همان مناطق پشت مرز خود قانع باشد که از دست کردها درآورده. اما اکنون ترکیه روز به روز نفرات و تجهیزات نظامی به سوریه می‌فرستد تا به نیروهای جهادی در مقاومت در برابر پیشروی ارتش سوریه یاری برساند. در مقابل ترکیه هم روسیه را به پیمان شکنی متهم می‌کند که چرا اجازه داده ارتش سوریه در مسیر پیشرویش علاوه بر جهادی‌ها به سربازان ترک هم حمله کنند. Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. همونطور که به قول‌هایی که به ما دادن وفا نکردن، به توافق‌ها هم عمل نمی‌کنند. مدتیه که دارن عمدن سربازای ما را هدف می‌گیرند. تا وقتی که وضعیت اینجوری باشه ما هم متناسب با اون رفتار میکنیم. ما تا 2 هفته دیگه سر قراری که در سوچی گذاشتیم میمونیم و خارج از مرزی که برای رژیم سوریه در نظر گرفتیم اجازه هیچ تحرکی رو در زمین یا هوا نمیدیم. با وجود این تهدیدها پیشروی ارتش سوریه در ادلب ادامه دارد. یعنی هم روسیه و هم سوریه مصممند ادلب را از زیر نفوذ ترکیه در بیاورند. اهرم‌های فشار خود را هم در برابر ترکیه دارند، از جمله سیل آوارگان که از ادلب به سوی ترکیه رهسپار است. مرتضی فرهمند، بی بی سی. ایران در واکنش به انتقاد آمریکا و فرانسه از پیشبرد برنامه موشکی این کشور تحت پوشش برنامه فضایی میگوید پرتاب ماهواره حق ذاتی ایران است. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که پرتاب موشک حامل ماهواره به دست ایران ناقض تعهدات ایران پس از توافق هسته‌ای وین نیست. آمریکا و فرانسه بعد از پرتاب نافرجام ماهواره ظفر درباره نظامی شدن برنامه فضایی ایران هشدار داده بودند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. شهرها در هر جای ایران ساخته شده است. توسعه برنامه موشکی ایران باز هم در مرکز توجه بین المللی قرار گرفته. این بار با پرتاب ناموفق ماهواره ظفر. بومی ظفر به فضا. غرب میگوید پرتاب موشک حامل ماهواره ناقض تعهدات بین المللی ایران پس از توافق هسته‌ای وین است. ما در واقع داریم ورود میکنیم به ماهواره‌برهای سوخت جامد. این خودش قابلیتیه که البته دستاوردهای جانبی زیادی این برای ما داره. مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در مورد لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را متعهد می‌کند که از توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. ایران اما می‌گوید هدفش از پرتاب ظفر این نبوده.
در دنیا روشنه، ارتباطی به بحث موشکی نداره. ضمن اینکه من اینو بگم خدمت شما، در بحث موشکی هم اون چیزی که در واقع من شده ساختن و پرداختن به موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است که در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی وجود نداره. یک شنبه گذشته مأموریت ماهواره ظفر یک با شکست مواجه شد. ایران اعلام کرد که ماهواره با موفقیت پرتاب شده اما در مدار قرار نگرفته. چهارمین اقدام ناکام ایران در پرتاب ماهواره ها به مدار. دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب ناموفق ماهواره ظفر گفت که این کار تلاش پنهانی تهران برای پیشبرد برنامه‌های موشک‌های بالستیک است. هر پرتابی چه موفق و چه ناموفق به ایران اجازه می‌دهد که تجربه و فناوری حاصل از آن را در برنامه موشکی خود استفاده کند و این کار را تحت پوشش برنامه فضایی صلح‌آمیز جلوه دهد و پیش ببرد. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه خواستار همکاری جهانی برای مقابله با پیشرفت این برنامه شده. وزارت خارجه فرانسه هم تلاش ایران برای پرتاب ماهواره به فضا را مرتبط با فناوری موشک‌های بالستیک دانسته، به ویژه موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای در پوشش برنامه فضایی. سازمان فضایی با وجود ادامه نگرانی غرب درباره احتمال نظامی بودن برنامه فضایی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران میگوید که ماهواره ظفر دو قرار است تا خرداد سال بعد وارد مدار شود. موشک‌های فضایی ایران قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای و شیمیایی را دارند. ایران اما میگوید قصد ساخت و استفاده از کلاهک هسته‌ای ندارد. برنامه موشکی ایران حتی در سخت‌ترین سال‌های تحریم هم ادامه داشته. موضوعی که نشان دهنده اهمیت نظامی این برنامه برای جمهوری اسلامی است. 4-3-2 شیدا هوشمندی، بی بی سی. همونطور که پیشتر هم گفتیم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده به سوریه در مورد حملاتی که در استان ادلب داره انجام میشه و گفته که این حملات اگر ادامه پیدا بکنه آنگاه ترکیه به نیروهای سوری در هر جا که باشن حمله خواهد کرد. گزارشی هم شنیدید در ابتدای برنامه. اجازه بدید برای بحث بیشتر در این مورد حبیب حسینی فرد رو داریم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای حسینی فرد، چقدر تهدید آقای اردوغان رو به نظر شما باید جدی گرفت این بار؟ آقای حسینی فرد، صدای بنده رو میشنوید؟ من صدای شما رو دارم ولی صدای برنامه رو نه. من سوال کردم که چقدر این بار باید تهدیدهای آقای اردوغان رو جدی گرفت با توجه به اینکه او چند هفته ایست از این تهدیدها میکنه؟ به نظر میاد که بیشتر از اینی که واقعا تهدید معطوف به عملیات نظامی باشه، بالا بردن نرخ اون امتیازایی است که میخواد بگیره اردوغان. مذاکرات بین ترکیه و روسیه همچنان جریان داره به طور فشرده. اردوغان واقعیتش اینه که نگه داشتن ادلب براش اهمیت نداره. عمدتا خواست معینی داره، این که در مناطق مرزی ادلب با ترکیه یک منطقه مثلا حائل اونجا هم ایجاد بشه، همونطوری که در شمال شرقی سوریه ایجاد شده و کل این مرز ترکیه و سوریه بشه مثلا منطقه حائل، هم مثلا بتونه ترکیه به نوعی این پناهجوهایی رو که از ادلب میرن اونجا اسکان بده، در این حال بخشی از پناهجوهایی که داخل خود ترکیه هستن رو بیاره اونجا و در این حال به نوعی صدی هم ایجاد کنه در برابر کردهای سوریه و ترکیه که با هم پیوندهای قوی دارن به لحاظ امنیت خودش اونطوری که تعریف میکنه. و در نهایت هم اینه که از این منطقه حائل یک اهرمی بسازه برای تاثیرگذاری در معادلات مربوط به آینده سوریه. به نظر میاد راجع به اینها هنوز اون امتیاز کامل رو نتونسته بگیره و از طرفی هم با بالا بردن این تهدیداتش حدودی سعی میکنه حمایت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا رو هم جلب کنه. از اون طرف به نظر میرسه وقتی صحبت از امتیاز کردین شما، آیا ممکنه که ترکیه با روسیه امتیازی رو هم، یعنی در حال مذاکره باشن برای گرفتن امتیازی در مورد آنچه که در لیبی هم داره میگذره؟
وضعیت کشور در هم در سوریه هم در لیبی با هم روبروی هم ایستادن، در این حالی که خب هم پیوندهای تنگاتنگی هم دارن، یعنی به لحاظ اقتصادی همین که 25 میلیارد دلار تبادلات تجاری سالانه دو کشور ترکیه مثلا بند ناف توریسمش علاوه بر آلمان به روسیه وصله، بسیاری از توریستای روسیه میان اونجا به نوعی برای اینکه بتونه در برابر غرب مانور بده در مثال تسلیحاتی، حضورش تو ناتو نزدیک پیش به روسیه رو به کار میگیره. به همه این دلایل یک روابط متناقضی، روابط دوگانه‌ای بین دو کشور حاکمه. و خب بدون روسیه اخیراً ترکیه رو متهم کرده حتی که بخشی از این نیروهای مثلا جهادی و افراطی رو از درون خود ادلب منتقل کرده به لیبی در حمایت بکنه از دولت آقای سراج در برابر آقای هفتر. از این جهت این درگیری ها، این شعار ها و این تبلیغات رسانه ای هم علیه هم جریان داره، ولی اون چیزی که میشه گفت برصورت دو کشور هیچ نفعی ندارن در این که بخوان به لحاظ نظامی درگیر بشن. همونطور که گفته شد دارن میرن، که خصوص که ترکیه در عرصه داخلی هم با مشکل روبرو، اونجا هم اپوزیسیون بسیار داره علیه حضور ترکیه در سوریه موضع میگیره. اینها رو هم که آقای اردوغان میذاره کنار هم، نهایتا شاید مثلا امتیازش یا وقتش تو این باشه که با روسیه به یه توافقی برسه. ممنون ازتون آقای حسین فتحی. حبیب حسین فتحی، روز آمریکا رو بطل گرم. مسائل خاورمیانه با وزارت بهداشت ایران گزارش‌ها درباره درگذشت یک بیمار مشکوک به ویروس کرونا را تکذیب کرده. پیشتر روزنامه ایران از قول مسئولان بیمارستانی در تهران گزارش کرده بود یک زن 63 ساله در آن بیمارستان درگذشته است. مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران گفته اخبار درباره موارد مشکوک یا مرگ افراد به دلیل کرونا شایع است. وزارت بهداشت ایران همچنین گفته تکرار آزمایش کرونا برای دانشجویان بازگشته از چین مطابق دستورالعمل کنترل کرونا انجام خواهد شد، اما تا کنون حال همه این دانشجویان خوب است. در پی انتقادهای گسترده از وزیر ارتباطات برای انتشار تصویر لباس فضانوردی، محمد جواد آذری جهرومی خطا رو به تیم تبلیغاتی خودش نسبت داده. او گفته خطای غیر قابل انکاری از سوی تیم تبلیغاتی ما در انتخاب تصویر لباس فضانوردان رخ داد که لازم می‌دانم بدون لکنت از مردم و دانشمندان حوزه فضایی عذرخواهی کنم. آقای جهرومی گفته این کار اصل موضوع تصمیم ایران برای اعزام فضانورد رو تحت الشعاع قرار داده. کاربران در فضای مجازی با موجی از واکنش‌های تمسخرآمیز به عکس منتشر شده توسط وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی واکنش نشان دادند. کاربران با انتشار عکسی از یک لباس فضایی ویژه بازی کودکان که بهای حدود 20 دلار دارد، آن را نسخه اصلی لباس فضایی مورد اشاره وزیر ارتباطات اعلام کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان گفتند که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با آنها در مورد پیشرفت در مذاکرات جاری با طالبان خبر داده. این گفتگوی تلفنی در حالی انجام شده که هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا گفته بود توافق با طالبان نزدیک است. آمریکا و طالبان بیش از یک سال است که در قطر در حال مذاکره هستند. علی حسینی همکارم از کابل به ما پیوسته. علی، کمی از جزئیات بیشتر آنچه که آقای غنی و آقای عبدالله در مورد تماس تلفنی میگن به اون بگو. آنطور که ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده و آقای غنی گفته، مایک پومپئو به رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با پیشنهاد طالبان برای کاهش خشونت ها به صورت قابل توجه و پایدار صحبت کرده. آقای غنی این موضوع را یک پیشرفت پذیرفتنی دانسته و گفته که خوشحال است که موضع اساسی حکومت افغانستان در قبال مسائل صلح منجر به نتیجه مثمر شده. از طرف دیگرم آقای غنی گفته که دولتش کمک میکنه در گامهای بعدی را طوری مدیریت میکنن که به روند کلی صلح کمک کننده باشه. رئیس اجرایی دولت افغانستان هم گفته که چون این وضعیت، یعنی همین توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، منجر به مذاکرات و گفتگوها و صلح در افغانستان شود. این از افغانستان. از آمریکا خبر میمسه روزنامه نیویورک تایمز گفته که
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق نامه بین آمریکا و گروه طالبان به صورت مشروط تایید کرده. به چه شرطی؟ به این شرط که گروه طالبان در یک بازه زمانی که حالا 7 روزه گفته شده تایید کنه و تعهد کنه و ثابت کنه که به کاهش خشونت‌های پایدار و قابل توجه متعهد هستند. اگر این طور صورت بگیره بعدش توافق نامه بین دو طرف امضا میشه، پس از توافق نامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان خروج نیروهای آمریکایی آغاز میشه و بعد از خروج نیروهای آمریکایی آن طور که گفته شده گفتگو های بین الافغانی آغاز میشه. ممنونم از علی حسینی همکارم از کابل با ما. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما امروز. رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده که هر گونه حمله ارتش سوریه به سربازانش در ادلب در همه جای سوریه تلافی خواهد شد. ایران در واکنش به انتقاد آمریکا و فرانسه از پیشبرد برنامه موشکی این کشور تحت پوشش برنامه فضایی گفته که پرتاب ماهواره حق ذاتی آن است. در ادامه این برنامه، بحران کمک رسانی به جنگ زدگان یمن، سازمان ملل و حوثی‌ها یکدیگر را مقصر می‌دانند. در آمریکا داوطلبان حزب دموکرات ایالت به ایالت پیش می‌روند تا نامزد خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آینده انتخاب کنند. در دومین دور از رأی‌گیری‌ها برنی سندرز سناتور دموکرات در ایالت نیو همشایر پیشتاز است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در رتبه 5 قرار گرفته و رسانه‌ها او را بازنده اصلی این دور از رأی‌گیری‌ها عنوان کردند. خشایار جنیدی از نیو همشایر گزارش می‌دهد. جشن هواداران برنی سندرز در نیو همشایر. این سناتور چپگرا در رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها در این ایالت اول شده. متحد می شویم و خطرناکترین رئیس جمهوری تاریخ معاصرمان را شکست می دهیم. سناتور سندرز 4 پیش نیز در ایالت نیو همشایر در برابر هیلری کلینتون پیروز شده بود، ولی این بار رأی کمتری را به خود اختصاص داد. بخشی از آرا به سمت کاندیداهایی مانند پیت بودجج جلب شد. درخشش مجدد پیت بودجج، شهردار سابق از ایالت ایندیانا، پس از پیروزی در آیووا توجه گروهی از دموکرات‌های میانه رو را به خود جلب کرده. برای پیروزی باید صداهای جدیدی در پایتخت شنیده شوند. واشنگتن باید از شهرهای نمونه ایمان الگو بگیرد، نه که برعکس باشد. یک سال پیش زمانی که پیت بودجج نامزدی خودش رو برای ریاست جمهوری اعلام کرد، هیچ کسی فکر نمی‌کرد که این شهردار جوان ناشناخته در جایگاهی قرار بگیره که بسیاری از سیاستمداران کهنه‌کار حزب دموکرات مانند جو بایدن رو کنار بزنه. بازنده رقابت‌های نیو همشایر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا بود که پس از عملکردی ضعیف در آیووا این بار در رده 5 قرار گرفت. ما فقط نتیجه 2 ایالت از 50 ایالت رو دیدیم. فقط 2 ایالت، نه همه کشور، نه نصف کشور، نه 10%. کاندیدای دیگری که مترصد برگزاری انتخابات پیش روست، سناتور ایمی کلوبشار است که برخلاف آقای بایدن در نیو همشایر درخشید و توانست با صعود به رده 3 خود را به عنوان یک گزینه میانه رو تثبیت کند. دموکرات‌ها با پشت سر گذاشتن آیووا و نیو همشایر خود را برای رقابت‌های درون حزبی نوادا و کارولینای جنوبی آماده می‌کنند. این در حالی است که 2 در میان آنها بر سر انتخاب برنی سندرز چپگرا یا پیت بودجج و همینطور سناتور کلوبشار میانه رو باعث نگرانی بین اعضای این حزب شده. سناتور الیزابت وارن که در جایگاه 4 قرار گرفته با هشدار درباره افزایش شکاف میان دموکرات‌ها خواهان اتحاد آنها برای شکست دونالد ترامپ شده. خشایار جنیدی، BBC نیو همشایر.
در یمن پس از سالها جنگ داخلی و مداخله نیروهای نظامی خارجی میلیون‌ها نفر برای تأمین مایحتاج روزانهشان به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد متکی هستند. حالا مسئولان سازمان ملل شورشیان حوثی را به کارشکنی در توزیع این کمک‌ها متهم کردند و در مقابل حوثی‌ها می‌گویند اتهامات سازمان ملل بهانه تراشی است برای پنهان کردن ناکارآمدی عملیات بشردوستانه این سازمان. لیزوست گزارشگر بی بی سی که به یمن رفته این گزارش را فرستاد. خط مقدم جنگ با گرسنگی. اینجا حجاز در شمال غرب یمن. زندگی زیر فشار جنگ و محرومیت. موقع تقسیم کمک‌های غذایی سازمان ملل که میرسد، خشم مردم فوران می‌کند. این مرد فریاد می‌زند گرسنه ایم، گرسنه. و دوستش می‌گوید هیچ چیزی نداریم، حتی سرپناه. حالا ارسال همین مواد غذایی هم معلوم نیست ادامه یابد. در واکنش به مانع تراشی حوثی‌ها که پیشتر سابقه نداشته. بدون اغراق میلیون‌ها نفر در یمن به این کمک‌ها احتیاج دارند و فقط به خاطر مشکلات اداری این کمک‌ها به دستشون نمی‌رسه. توافق‌هایی انجام شده که هنوز پاشون امضا نخورده و این تأخیر تأثیر خیلی زیادی روی زندگی مردم داره. در شمال یمن که در کنترل حوثی هاست، امدادگران از ترس و استیصالشان از شرایط موجود با ما صحبت کردند، اما حاضر نشدند جلوی دوربین بیایند. یکی از آنها گفت شرایط برای امدادگران خیلی سخت شده و هر روز تعداد بیشتری از امدادگران محلی تهدید یا بازداشت می شوند یا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. اینجا یکی از انبارهای سازمان ملل است. یکی از مسئولان حوثی ما را به اینجا در حج آورده. سازمان ملل میگوید مواد غذایی که در این انبار بوده غارت شده. او به ما این سوسک‌ها را نشان می‌دهد و این کیسه های پوسیده را. به گفته او مدرکی که نشان می‌دهد سازمان ملل نتوانسته به وظیفه‌اش عمل کند. به تاریخ روی این بسته نگاه کنید. هنوز قابل مصرف است. اما ما هاست که اینجا خاک می‌خورد. ما در توزیع کمک‌های برنامه جهانی غذا هیچ مداخله‌ای نکردیم. اونا دارن برای توجیه اشتباهات خودشون بهانه تراشی میکنن. انداختن تقصیرها به گردن دولت نه منطقیه و نه قابل قبول. یک انبار دیگر و کمک‌های بیشتری که منتظر ترخیص هستند. حوثی‌ها میگویند باید کنترل بیشتری بر توزیع این کمک‌ها داشته باشند و حتی در تعیین بودجه این کمک‌ها که خط قرمزی است برای فعالیت‌های بشردوستانه. در دل وخیم‌ترین بحران انسانی جهان، بحران دیگه‌ای داره شکل می‌گیره. این کمک‌ها می‌تونه جون آدم‌ها رو نجات بده و اختلاف سر توزیع اونها بین میلیون‌ها یمنی اگه حل نشه جان آدم‌های بیشتری رو در خطر قرار میده. جاده‌ای کوهستانی و خطرناک، کامیونی واژگون شده. جمعیتی پرهیاهو آمده تا کمک کند مواد غذایی هدر نرود. در آغاز هفته‌ای سخت برای بزرگترین عملیات بشردوستانه جهان. امروز سنای ایتالیا رأی خواهد داد که آیا ماتئو سالوینی رهبر حزب راستگرای لیگ باید به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه شود یا نه. آقای سالوینی پارسال زمانی که معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا بود، بندرهای این کشور را از جمله به روی یک کشتی گارد ساحلی ایتالیا بست که حامل بیش از 100 مهاجر بود. دادستانی استدلال کرده که این تصمیم او به حبس غیرقانونی این مهاجران منجر شده. آقای سالوینی از سیاست خود دفاع کرده و حزبش در نظرسنجی ها با اختلاف پیشتاز است. فرانچسکو بکیس، روزنامه‌نگار نشریه فورمیکه از روم به ما پیوسته. آقای بکیس، استدلال دو طرف دقیقا چه است؟ بونجورنو. روز شما بخیر. این یک مورد در واقع میشه گفت سیاسی هست. کشتی مورد نظر کشتی است به نام گریگوریتی که تحت مجموعه نیروی دریایی ایتالیا محسوب میشه و امروز در سنای ایتالیا باید در این باره تصمیم گیری بشه، برای اینکه در زمانی که آقای سالوینی وزیر داخل ایتالیا، وزیر کشور ایتالیا بود، اجازه دسترسی این کشتی رو به بندر ایتالیایی نداده و بنابراین
استدلالی که اونا مطرح کردن اینه که استدلالی که مطرح کرده دادستانی مطرح کرده این بوده که در عمل با اجازه ندادن به این کشتی برای پهلو گرفتن افرادی که در این کشتی بودن مهاجرانی که در این کشتی بودن دچار بازداشت غیرقانونی شدند. در حال حاضر اکثریت حاکم در سنا تصمیم گرفته که به حال رأی بده تا این قضیه به دادگاه بره، اگرچه اشخاصی مثل ماتو رنسی رهبر حزب دموکرات به عنوان مثال گفتن که این یک جرم سنگین نیست، ولی به هر حال تصمیم گرفتن که اگرچه آقای سالوینی یک سناتور هست نباید که سنا در این باره تصمیم بگیره و باید قضیه به دادگاه ارجاع بشه. و آیا احتمال این هم وجود داره که کار به دادگاه بکشه و اگر کار به دادگاه بکشه اون وقت دو طرف با چه شرایطی مواجه خواهند بود؟ احتمال اینکه سنا رأی بده به این که این قضیه به دادگاه بره زیاد هست، چون اکثریت به هر حال اعلام کردن که خواستار این قضیه هستن. اما نکته اصلی اینجاست که آقای سالوینی در نظرسنجی ها به واسطه همین سیاست بستن بندرها به روی کشتی‌هایی که مهاجران رو از آفریقا و دیگر نقاط به ایتالیا می آوردن در محبوبیت بالایی به سر میبره، حزبش در حال حاضر پیشتاز است. بنابراین استدلالی که او مطرح میکنه همون استدلالی است که در سالهای گذشته برلوسکونی مطرح میکرد، میگفت که در چون در عرصه سیاست نمیتونن در انتخابات من رو شکست بدن، حالا میخوان که من رو به دادگاه ببرن و مشکلات قضایی بر من ایجاد کنن. بنابراین حتی اکثریتی که الان رأی خواهد داد که این قضیه رو به دادگاه ببره میدونه و میخواد که خیلی پافشاری نکنه روی این قضیه، برای اینکه میدونه که در نهایت این ممکنه به سمت محبوبیت بیشتر برای آقای سالوینی بره و همون استدلال برلوسکونی رو تکرار کنه. ضمن اینکه فراموش نکنیم که فکر میکنم ارتباط ما متاسفانه زیاد جالب نبود و از شما خداحافظی میکنم فرانچسکو بکس، روزنامه‌نگار نشریه فورمیک، و ممنون از شما که همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.